تو هم نمیدونی برنامه‌نویسی رو از کجا یاد بگیری؟ تو هم خسته و سردرگم شدی از اینکه از این شاخه به اون شاخه کردی؟ این ویدیو مناسبته. سلام، به یه ویدیو دیگه از کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. خب امروز میخوام بهتون رودمپ یادگیری بک‌اند رو بگم. البته این رودمپی که میگم فقط به درد بک‌اند نمیخوره و واسه فرانت هم مناسبه، ولی خب من تمرکزم روی بک‌اند گذاشتم روی این پروژه. ممنون میشم که این ویدیو رو ببینی، لایک و سابسکرایب کامنت نفراموش نشه. خب قدم اول توی یادگیری چیه؟ اینه که ما بیایم انتخاب کنیم. چی رو انتخاب کنیم؟ اول از همه زبان برنامه‌نویسی که می‌خوایم یاد بگیریم رو باید انتخاب کنیم. و دوم از همه یک فریم ورک، یک انوایرمنت یا یک لایبرری. حالا اینا که نوشتم چه فرقی داره؟ لزوما با هم دیگه، یعنی بخوام خیلی دقیق بهتون بگم، واقعا هیچ فرقی با هم دیگه نداره. ما به یک محیط نیاز داریم که اون زبانی که یاد گرفتیم و بیایم توش کدامون رو قرار بدیم که این محیطه یه معماری خاص داره، یه فولدر بندی قشنگ داره، یه سری حالا کدای اضافه خودش توش زده شده که کار ما رو راحت تر میکنه. به همچین چیزی ما میگیم فریمورک، انوایرمنت یا لایبرری، که حالا واسه هر زبانی معمولا متفاوته. مثلا توی جاوا اسکریپت نود جی اس به نود جی اس میگن انوایرمنت، تو پی اچ پی به لاراول میگن فریمورک، و حالا واسه فرانت ریاکت جی اس یه سری هم میگن که فریمورک، یه سری هم میگن لایبرری. من از اینجا به بعد اختصاصا میگم فریمورک، ولی حالا منظورم یکی از این سه تاست. پس ما یک محیطی نیاز داریم که کد هامون رو توی اون بزنیم که این محیط چجوریه، یک معماری خاص داره و حالا یه سری کدای اضافه تر ممکنه داشته باشه که کار ما رو واسه ما راحت تر میکنه. خب بعد از اینکه انتخاب کردیم که چی میخوایم، قدم بعدی چیه؟ اینه که بریم اون زبانی که انتخاب کردیم رو یاد بگیریم. حالا این زبان ها چی میشه؟ من چند تا از محبوب ترین زبان هایی که سمت بک‌اند استفاده میشن اینجا قرار دادم. اولیش جاوا اسکریپت که خب جدیدن خیلی محبوبیت زیادی به دست آورده. بعد پی اچ پی که حالا یه سری ها میگن که شاید محبوبیتش رو از دست داده، مثلا میگن کنده یا هر چیز دیگه ای، ولی من میگم شما اگه معماری خوبی بزنین اصلا کند نمیشه پی اچ پی هیچ وقت، و تقریبا فکر کنم میدونین که 80% تقریبا وبسایت ها رو با پی اچ پی زدن و خیلی زبون قوی هستش. بعدی پایتونه. من خودم پایتون رو واسه بک اند پیشنهاد نمیکنم، به خاطر اینکه پایتون خیلی زبان قویه و به نظرم بهتره که توی هم هوش مصنوعی ازش استفاده بشه، و خب بیشتر این لایبرری هم که داره مربوط به هوش مصنوعی و این دسته قرار میگیره، ولی خب خیلی هم استفاده میکنم و بازار کار خودش رو داره. جاوا هست که اینم خیلی توی بک اند قویه، معمولا پروژه های خیلی خیلی بزرگ رو باهاش میزنن. سی شارپ که توی ایران خیلی مورد علاقه وبسایت های دولتی مخصوصا قرار داره، من دیدم خیلی ازش استفاده میکنن. و در آخر گولنگ. گولنگ یک زبان خیلی جدیدیه که توسط گوگل هم ارائه شده و ساخته شده، و خب تا الان هم خیلی محبوبیت خوبی تونسته به دست بیاره، و به نظر من در آینده شاید خیلی جای خوبی واسش باز باشه، میدونی؟ یعنی به نظرم پیشرفت میکنه، با اینکه الان خیلی شاید کسی کدزنیشو نمی کنه، ولی به نظرم در آینده خیلی قراره بهتر کنه. و حالا که ما زبونمونو انتخاب کردیم و یادش هم گرفتیم کامل، اینم بگم که اگه شما برنامه‌نویس تازه کار هستین و اصلا هیچی از برنامه‌نویسی نمیدونین، به نظرم حداقل کمش بعد 2 هفته زمان بذاریم واسه یادگیری زبان مورد نظرتون. حداقل 2 هفته، یعنی من میگم بعد 1 ماه قشنگ کار کنیمش. ولی اگه نه، برنامه‌نویسی هستین که حداقل یک زبان برنامه‌نویسی بلده، به نظرم در حد مثلا یک ویدیو یا شاید 1 روز وقتتون رو بگیره کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما مفاهیم برنامه‌نویسی رو بلدین کامل و فقط الان می‌خواید سینتکساشو یاد بگیرین. خب حالا که زبونمون رو یاد گرفتیم، بریم سراغ فریمورک. چی یاد بگیریم؟ فریمورک یا حالا همون چند تای دیگه که گفتم، برای هر زبونی که ما انتخاب کنیم متفاوته دیگه، هر زبونی مال خودشو داره. من محبوب ترین هر زبونو میگم. اگه جاوا اسکریپت رو انتخاب کردیم به عنوان زبونمون، محبوب ترین در واقع نود جی اس انوایرمنت، نود جی اس دیگه برای جاوا اسکریپت نود جی اس. اگه پی اچ پی رو انتخاب کردیم که خب لاراوله، من خودم خیلی لاراول دوست دارم، فکر کنم بدونین، همیشه هم گفتم، آموزشی هم توی پیجمون قرار دادیم، اگه دوست داشتین میتونین نگاه کنین. اگه پایتون رو انتخاب کردیم، محبوب ترین فریم ورکش جنگوئه، و اگه جاوا رو انتخاب کردیم، محبوب ترین فریم ورکش اسپرینگ بوت هستش. خب ببینیم بچه ها، فریم ورک یاد گرفتنی نیست، یعنی چیزی نیستش که من برم یاد بگیرم.
ببینید لزوماً یک ساختاره. مثلا شاید یه سری مفاهیمشو لازمه بدونین، ولی اینو توی کار متوجه میشین. حالا جلوتر میگم که چی کار باید بکنین به نظر من. پس میگم این یاد گرفتنی نیست، فقط دارم میگم که اگه این زبان رو انتخاب کردین این انتخاب کنین. خب مرحله بعدی چیه؟ ببین دیتابیس، من دیتابیس فریمورک رو توی یک خط قرار دادم، یعنی باید با همدیگه پیش برن اینا. نمیشه مثلا اول فریمورک رو کامل یاد بگیریم بعد بریم دیتابیس رو با همدیگه یاد بگیریم. حالا دیتابیس های معروف الان میگم MySQL، MongoDB، PostgreSQL و Oracle. خب بچه ببینین، من نمیخوام شما برین زبان ارتباط گیری با اون دیتابیس به صورت مستقیم رو یاد بگیرین. چرا؟ به خاطر اینکه اون فریمورکی که انتخاب کردین معمولا یه دونه ORM داره. این ORM یک واسطه بین بکندتون و دیتابیستون است. شما با اون به دیتابیس دست میشین و کداتون رو اونجا میزنین و خیلی راحت تره. مثلا واسه MySQL من نمیخوام برین SQL یاد بگیرین، SQL بزنین. فقط تو این قسمت دیتابیس در حد اینکه بدونین مفاهیمش چیه کافیه. مثلا دیتابیس چیه؟ محلی واسه یه قرارگیری دیتا هند. یا مثلا منی تو منی چیه؟ وان تو منی چیه؟ این چیزها رو مفاهیمش رو یاد بگیرین کافیه. فقط مفاهیمش رو یاد بگیرین. واسه هر پروژه‌ای هم که انتخاب کنین، شما هر دیتابیسی که دلتون خواست میتونین انتخاب کنین. ولی لزوماً یه سری فریمورک ها هستن، یه سری زبان ها هستن که با یه سری دیتابیس همخونی بهتری دارن. معمولاً کسی مثلا بخواد کد بزنه اونا رو واسه بقیه انتخاب میکنه. مثلا واسه لاراول معمولا MySQL میزنن. چیزای دیگه هم میشه استفاده کرد، باشه مثلا محدودیتی واسه انتخاب دیتابیس ندارین. یا مثلا واسه اسپرینگ بوت که همون جاوا معمولا از اوراکل استفاده میکنن، خیلی با هم همخونی بهتری دارن اینا. خب حالا مفاهیم فریم ورک و دیتابیس هم متوجه شدیم، بعد بیایم چیکار کنیم؟ بیاین یک پروژه واسه خودتون تعریف کنین. به نظر من هیچی به اندازه یادگیری پروژه محور نمیتونه واسه تون مؤثر باشه. برین یه دونه قالب فرانت دانلود کنین، HTML CSS یا حالا هر چی که میخواین، از روی اون نگاه کنین و یاد بگیرین و طبق اون کداتون رو بزنین. مثلا میتونه فروشگاهی باشه، میتونه اخباری باشه، میتونه بلاگی باشه، میتونه هر چیزی باشه. ولی من میگم اگه یک فروشگاهیه مثلا بلاگ تور باشه، بلاگم داشته باشه، هم فروشگاه باشه هم بلاگ داشته باشه، دیگه کامل کامله. شما خیلی دیگه چیزهای مختلفو میتونین یاد بگیرین. من آموزش لاراولی هم که توی پیجم قرار دادم به صورت پروژه محور قرار دادم. خودم هم برنامه‌نویسی رو به صورت پروژه محور یاد گرفتم و به نظرم هیچی مثل اینکه توی چالش‌های واقعی بیفتی نمیتونه بهت کمک کنه. تا اینکه خودت بری همجوری تیکه تیکه کد بزنی و اینا اصلا نمیتونه موثر باشه. و در آخر هم به نظرم چند تا کامند گیت هم برات باشین خیلی به دردتون میخوره. واسه یه شروع به نظرم 4 تا بیشتر لازم نیست یاد بگیرین، دیگه باقیش تخصصی تر میشه و چیزیه که شما توی راه یاد میگیرین. اینجوری نیستش که از اول اول بلدش باشین. میرین که میگم بذاریم توضیح بدم بهتون اون 4 تا کامندی که به نظرم باید همون اولش بلد باشین چیه. اولیش کلونه. کلون چیه؟ این که برین یک پروژه رو برداری بیاری، یعنی یه جوری انگار دانلودش کنی، میدونی این پروژه رو استفاده کنی ازش. یه ببین از آیکونش هم مشخصه اون پروژه رو بیاری در واقع روی سیستم خودت. دومی کامیته. کامیت یک جور نشانه گذاریه، انگاری که مثلا یه مسیجی هم بهش میدی که بگی که من تا اینجا یه کار چی کار کردم. اوکی؟ پوش کردن چیه؟ کداتو میفرستی به سمت، میذاری روی گیت. و پول کردن، کداتو از روی گیت برمیداری، حالا کدای بقیه رو از روی گیت برمیداری. شاید بگیم پول با کلون چه فرقی داره؟ کلون اول اوله که هیچی از پروژه نداری، یعنی صفره، کلا پروژه نداری و میخوای بیاری روی سیستمت کلون میکنی، یا از اونجا به بعد پول میکنی. خب اینم از ویدیو امروز. سعی کردم خیلی کوتاه و خلاصه و سریع بهت یاد بدم که چجوری برنامه‌نویسی بک‌اند رو سریع یاد بگیری و سردرگم نباشی. امیدوارم که بری یاد بگیری و موفق باشی. و اینکه ممنون میشم اگه لایک، سابسکرایب، کامنت کنی و منو حمایت کنی که بتونم ویدیوهای بیشتری درست کنم. مرسی که ویدیومو دیدی و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.